سلام، امیدوارم که خوب باشید. کامیونیتی رپ فارسی این روزا واقعا شوکه است، چون این دیسی که فدایی به هیچ کس داد فکر میکنم بزرگترین شوکی بود که بر پیکر بیجان رپ فارسی وارد شد. ما تازه داشتیم به این بیف پوری و هیپاپولوژیست عادت میکردیم، یهو فدایی اومد هم دیس داد هم یه فایل صوتی داد و افشاگری کرده. البته توییتی که آخر زد و گفتش که این جنگ هنوز تمام نشده، همه حد زدیم که احتمالا قراره یه دیسترک بده، چون همیشه هر وقت فدایی چند وقتی ساکت میشد با یه دیسترک برمیگشت، ولی این دفعه فکر نمیکردیم که بخواد خود هیچ کس رو دیس بکنه و واقعا این یک اتفاق خیلی عجیبی بود که اصلا بدتر نمیفهمم چرا اینقدر این چیزها رسانه ایش میکنن، چرا خودشون با همدیگه نمیشنن حرف بزنن. آقا به همدیگه دایرکت بدیم، با همدیگه حرف بزنین، چرا این چیزها رو میاین رسانه ایم؟ حالا اول با هم بریم فایل صوتی رو گوش کنیم و بعد واکنشه چند از رپرها رو هم ببینیم که بعضی ها قشنگ منتظر بودن که یه اتفاقی بیفته سری بیان هرچی دو دلشون خالی کنن. بریم ببینیم. خب اول بریم فایل رو با هم گوش کنیم. من از توی توییتر فدایی دارم پخش میکنم. این وایس رو میگیرم چون فکر میکنم لازم یه سری مسائل رو شفاف کنم قبل از اینکه به ادامه کار برسیم. شهریور 1401 عکسای سروش لشکری با مجاهدین به دستم رسید و با بقیه اعضا به این نتیجه رسیدیم که دیگه تو ملتفت نباشه تا کسی نتونه به ملتفت وصله مجاهدین بچسبونه. مگه قبلش مثلا کسی به ملتفت وصله مجاهدین میچسبونن؟ تنها چیزی که من یادمه به ملتفت میچسبونن سر جریان بیف فدایی و حسین بود که بهش گفتش که شما نایاکید و نرم از نایاک پول گرفتی، نایاک شما رو تبلیغ کرد و اینا. من هیچ وقت ندیده بودم که وصله مجاهدین به ملتفت چسبیده باشه. و دومی که مثلا گفت شهریور 1401 در حالی که مهر ماه که آهنگ این یکی هم واسه هیچ کس اومد، خود اشکان فدایی استوری کرد و از این آهنگ حمایت کرد. نکته عجیبیه. این مسئله همزمان شد با انقلاب زن زندگی آزادی. ما دیدیم تو بحبای انقلاب و کشته شدن مردم فرصت نیست به این مسئله بپردازیم، غافل از این که سروش لشکری خیلی کثیف‌تر از این حرف است. وسط انقلاب ایشون با همسرش حضوری میره پیش اعضای مجاهدین در استرالیا. 21 آذر 1400 میگه که حضوری میره پیش اعضای مجاهدین در استرالیا. نمیدونم همون عکسی رو میگه که کنار مادر و پدر آزاده بوده و اینا. در مورد کلن این جریان حالا نمیدونم، منتظرم ببینم که توضیح میده بر اساس چه مدرکی میگه که اینا جزء مجاهدین هستن یا نه. ولی کلن به نظرم خیلی بی پایه و اساسه. اگه به خاطر اینکه مادر و پدر آزاده عضو مجاهدین بودن، مثلا بگیم که پس هیچکس هم عضو مجاهدین، مثلا میدونی بالاخره خیلی‌ها هستن طرفدار جمهوری اسلامی ان ولی بچه‌هاشون مخالفن، یا خیلی‌ها هستن که بسیار مذهبی ان بچه‌هاشون کاملا غیر مذهبی ان، اصلا هیچ دلیلی نمیشه. حالا چه برسه که مثلا مادرزن و پدرزن یارو، بعد اونم دو تا آدم خیلی مسنی هستن که فقط مثلا طرفدارن. یعنی طرفدار بودن فرق میکنه با اینکه آدم های بسیار تاثیرگذاری باشن، نمیدونم آدم هایی باشن که کاری باشن توی اون فرقه. واقعا بماند که فرقه مجاهدین به نظر من واقعا کثیف‌ترین و منفورترین فرقه هستش که به طرز عجیبی اصلا هم هیچ طرفداری هم نداره. من نمیدونم اصلا با چه رویی فعالیت میکنن، چون هیچ پایگاهی پیش مردم ندارن. ولی این که مادر و پدر آزاده طرفدار مجاهدین بودن هیچ ربطی نداره. انگار که مثلا یکی مثلا خواهرش بدکاره باشه بگی که چون خواهرت بدکاره است پس تو هم بدکاره ای. این حالا به نظر دلیل درست نیست. بریم ببینیم که چه توضیحی در این مورد داره. میره پیش اعضای مجاهدین در استرالیا. 21 آذر 1401 توییت میکنه عضو هیچ گروه هنری نیست. نه خیلی وقتی که تنهایی کار میکنم عضو گروه نیستم. و فردای اون روز مجاهدین شروع میکنه به استفاده مکرر از لفظ سرخم قدقم به عنوان شعار تبلیغاتیش. یه چیزی هم بگم، من یادم اتفاقا سر همین اصلا خود فدایی اومد یه توییت زد و به مریم لچک فوش داد، ولی این شعار سرخم قدغن و فقط مجاهدین استفاده نمی کنن. این شعار اگر مثلا روی هشتگش بزنی توی توییتر میبینین خیلی طیف وسیع از آدم ها، چه عضو مثلا چون مشروط خواه باشن، مجاهد باشن، اصلا بیطرف باشن، جمهوری خواه باشن، هر عقیده سیاسی که داشته باشن، از این هشتگ خیلی استفاده شده. روی دیوارهای شهر خیلی این شعار نوشته شده. و اینکه حالا صرفا
اونا بگیم استفاده میکنن، نه اینجوری نیست. و اینکه از فردای اون شروع کردن اصلا یه ذره غیر منطقیه که امروز اومده گفته من عضو هیچ گروهی نیستم، اونا از فردا اومدن. نمیدونم، شاید همزمان بوده، حالا شاید هم واقعا داستانی بوده، ولی عجیبه. توییت های مجاهدینه. من عمومی به مجاهدین گفتم حق ندارن از شعرام استفاده کنن و پشت دادم به رجبی و لچکش. 15 دی 1401 سروش لشکری و آزاده اکبری یکی از پلیدترین نوشه‌های خودشون رو که سابقه همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی داره میفرستن جلو تا دروغایی که نوشته بودن رو منتشر کنن. گلسا اینا به خوبی میدونستن که در مورد 1500 تصویر ما نقشی جز حمایت کردن نداریم و افراد دیگه ای مسئولن. فکر کنم مثلا ادمینای 1500 رو میگه که مثلا ما ادمینش نبودیم، ما فقط حمایت میکردیم. اینو نمیدونم، ولی کلن یه ایراد بزرگی که به صفحه 1500 تصویر همیشه وارد بود و اصلا هم نمیتونن انکارش بکنن اینه که به صورت جهتگیری شده اخبار رو منتشر میکردن، اینکه یه عده ای رو کامل بایکوت میکردن. حالا یه عده ای که دقیقا منظورم مشروطه خواه و سلطنت طلب هست، یعنی اخباری که مربوط به مثلا دستگیری زندانی مشروطه خواه و سلطنت طلب، یکیش همین تازگی ها اومده بود، خیلی از اینا رو کاملا بایکوت میکردن. و شما اگر تمامی توییت های قبلیش رو نگاه بکنید متوجه میشید که به هیچ وجه از چنین افرادی نه حمایتی میشده نه اصلا خبررسانی میشده، یعنی خیلی محدود بوده. یا مثلا شعارهایی که مردم توی خیابون میدادن، شما اگر برید شعارهای مدت رو نگاه کنید مثلا توی استادیوم ها توی خیابون ها خیلی شعار رضا شاه روحت شاد و اینا رو میشنین، ولی توی صفحه 1500 تصویر به هیچ وجه هیچ کدوم از این شعارها گذاشته نمیشه. و این کاملا نشون میده که خب این صفحه با یک جهتگیری خاصی داره این کار رو انجام میده و خب میتونه یه جهتگیریش رو خیلی راحت اعلام بکنه. بالاخره هر رسانه ای میتونه یه جهتگیری داشته باشه، ولی اینکه شما ادعا بکنی که من بدون جهتگیری فقط دارم اخبار رو پوشش میدم ولی در از جهتگیری داشته باشی، این اصلا درست نیست. و میگم اینا یه چیزایی که فکته، یعنی شما میتونید ببینید اون صفحه رو کامل بررسی بکنید ببینید که چه چیزهایی بایکوت شده و خودتون به این نتیجه برسید. اصلا راحت عمومی هم بیان کرده بودیم. برای تو متنی که برای نوشتشون نوشته بودن مهدیار رو همه کاره 1500 تصویر معرفی میکنن. یه چیز دیگه هم که من نمیدونم اینه که اون اکانت گلسا آیا واقعا نوچه هیچ کس هست یا نیست. اینم واقعا ما نمیدونیم که هست. همونطور که در مورد فدایی مثلا خیلی ها میگن که نوچه مسیح علی نژاده، خب هیچ مدرکی ما هنوز ندیدیم که بخوایم این رو ثابت بکنیم، پس برای همین هیچ مدرکی هم نمیتونیم بگیم که این گلسا مثلا نوچه هیچ کس بوده. نمیدونم، شاید هم بوده، ولی تمام اینا چیزایی که با حرف و حدس و گمان نمیشه اینا رو ثابت کرد. که در یکی از همین استوری هم شکایت میکنن که چرا ملتفت ضد مجاهدین موضع گرفته و ولچک رجبی توهین میکنن. نوشته که اون زمان استفاده مجاهدین از آهنگاشون ایرادی نداشت، چون هنوز به شهرت فعلی نرسیدن، ولی الان چپ و راست لچک رجوی و مورد عنایت قرار میدن. البته اینکه لچک رجوی و مورد عنایت قرار بدن خیلی هم کار حقیه و خیلی هم کار خوبه، چون واقعا فکر میکنم 99% 99.99% جامعه ایران از مجاهدین متنفر باشن. یه 4 تا پیرپاتال عقب افتاده هستن که فقط طرفدارشن و غیر از اون اصلا طرفداری نداره. بسیار هم از این حرکتشون حمایت میکنم من. از فردای اون روز رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردن مطلب زدن ضد مهدیار 1500 تصویر بر اساس چیزایی که این دو بی‌شرف از طریق نوچه‌شون منتشر کرده بودن. اینا چی میگن این وسط از آب گل آلود ماهی؟ 1401 سروش لشکری بی‌شرفی خودشو به اوج میرسونه و مثل یه سایبری تمام عیار وسط انقلاب توییت میزنه میگه 1500 تصویری که یه سری آدم داوطلبن که دارن علیه جمهوری اسلامی مجانی میجنگن اولویتاشون اولویتای مردم نیست. آره، من این توییتش رو دقیقا یادمه که میگفت مثلا اولویت های خودشونو دارن و اولویت های مردم نیست، گاهی اشتباه میکنن. ویدیو رو اکثر رو گفتش به سعی کنیم به چند تا صفحه دیگه بفرستین. ولی واقعا 1500 تصویر هیچ وقت نیومد در مورد این قضیه که چرا مشروطه خواه و سلطنت طلبا رو بایکوت میکنه، هیچ وقت توضیحی نداد.
و واقعا فکرم نمی کنم اصلا توضیحی داشته باشه این قضیه، چون یا بیاین اعلام بکنین که ما جهتگیریمون اینه و ما دوست داریم مثلا طرفدار چه میدونم چپیا باشیم، کمونیست باشیم، اصلا طرفدار هر چیزی، بیاین واضح اعلام بکنین، یا اینکه بیاین بگین که چرا مشروط خواه و سلطنت طلب ها رو بایکوت میکنین. این حق مردم هستش که بدونن که اگر شما ادعا دارید یه رسانه مردمی هستید. آخر بهمن 1401 مجاهدین لفظ سرخم قدغن رو از اینترنت هم فراتر میبره و میکنه پلاکارد تظاهراتی تو خیابون. خب من این پلاکارده که مثلا سرخم قدغن و تو خیلی مثلا مشروط خواه و سلطنت طلب هم توی تظاهراتشون داشتن، میگم این خیلی وارد نیستش چون یه لفظی بود که همه ازش استفاده میکردن. 21 فروردین 1402 این آقا حقارت خودش رو به طرز شگفت‌انگیزی به نمایش میذاره و میره تو گروه هواداران ملتفت تو توییتر یه خروار دروغ میگفت، از جمله اینکه با قاف به دلیل امنیتی در تماس نیست، نه اینکه قاف سالا سر کلاهبرداری یا شاس حسام جی و غیره ریده بهش و جوابشو نمیده. اینم یادمه اصلا سر همین شدش که فدای عصبانی شد و اومد اون صحبت‌ها رو کرد. ولی یه چیزی که خیلی عجیبه اینه که خب میگه که علی قاف به خاطر این کلاهبرداری کرده دیگه باش در ارتباط نبوده، ولی هیچ کس اومده دروغ گفته نه من به خاطر مسائل امنیتی. اوکی فرضنم که درست میگن، چرا خود مهدیار و فدایی با علی قاف هیچ ارتباطی ندارن؟ چرا علی قاف دیگه حتی مستقل هم کار نکرده؟ چرا با مهدیار و فدایی کار نکرده؟ اگر مشکلش صرفا با سروش هیچکس بوده خب میتونست با سروش هیچکس کار نکنه، ولی با فدایی و ملتفت که میتونستش کار بکنه، با مهدیار که میتونستش کار بکنه. این خیلی عجیبه، این سوالیه که فکر میکنم شاید برای هر کسی هم پیش بیاد. برای همین یه ذره این قضیه باز اینجا برای ما جای شک و شبهه داره. مجاهد بودن همسر این آدم به کنار، این آدم کسیه که سر انتخابات 84 از رفسنجانی هرمون لقمه مستقیم پول میگیره براش با انگسازی شاهین پژوه آهنگی به نام با هم رو میسازه. حالا انتخاب چیه؟ حق ماست، نمیخوایم بذاریم بیا بالا هر کی خواست، من از بین بد و بدتر انتخابم بده، این نظر من بود، حالا خوبه یا چه بده؟ و تا لحظه بذار اینم گوش کنیم. بری هم که ایران بوده چپ و راست مراسم حکومتی و صدا و سیما و جشن رمضان و غیره بوده. حالا من نمیدونم این چه مراسمی بوده. خب حالا سروش هیچکس روزه کسی هم بودش که اصلا تو برنامه شوک و اینا هم فکر میکنم مثلا در موردش خیلی هم اتفاقا حرفای منفی و نمیدونم شیطان پرست و موزیکاشون شیطان و اینا هم گفته میشد. و اینکه اون سالها جریان اصلاح طلبی یه جریانی بود که اکثر مردم به سمتش رفتن، حالا اسمشو بذاریم گول خوردن. خیلی ها گول خوردن چون اون موقع اصلا شرایط جامعه فرق میکرد و جامعه دنبال نوع براندازی و این داستانا اصلا نبود. شما هیچ حرفی از براندازی نمیشنیدی، حتی سال 88 که مردم اومدن توی خیابون و جمعیت میلیونی واقعا توی خیابون بود، باز هیچ صحبتی از براندازی نبود و همه دنبال روی جریان اصلاح طلب بودن، چون مردم اعتقاد داشتن که با اصلاحات میشه مشکلات کشور رو برطرف کرد، میشه همه چیز رو درست کرد. و واقعا اگر کسی اون موقع دنبال روی جریان اصلاحات بوده به نظر من نمیشه بهش ایراد گرفت، چون اون موقع اون کار بهترین کار بوده و توی اون لحظه اون تصمیم گرفته. ولی این که میگه که مثلا ازش پول گرفته آهنگ بخونه، خب این یه ذره نکته داره و اینکه باید ببینیم که آیا واقعا پول گرفته یا نه. و مثلا این مسائل رو فدایی کی فهمیده که مثلا سال 84 از رفسنجانی پول گرفته، اینو جدیدن تو همین چند ماه فهمیده یا اینکه نه اینو از قبل میدونسته؟ چون اگر از قبل میدونستی پس اگه فکر می‌کنی اینقدر آدم کثیف بوده چرا باش این همه سال همکاری داشتی؟ ولی نه، الان اگر جدیدن فهمیدی پس باید یه مدرکی به دستت رسیده باشه که بر اساس اون داری اینو میگی دیگه، یه سند جابجایی پولی یه چیزی، چون بر اساس حرف یه نفر که نمیشه گفت. منم الان بیام بگم مثلا چه میدونم فلانی از این پول گرفته، خب حرفو که همه میتونن بزنن، حتما باید یه سندی، یه مدرکی، یه شاهد چه میدونم خیلی معتبری چیزی باشه که بشه به این حرف استناد کرد. ولی اگر واقعیت داشته باشه خب اینم بسیار نکته مهمیه. مهدیار رو مجبور میکنه تا یه روز خوب میاد صدای شریعتی بذاره، از اون بر باش دعوا رو میندازه که چرا همزمان با آهنگ اصلاح طلبانه زن ستیز دخترم واسه شام میز بچین مؤذن اذان بگو آهنگ ایران ایران رو برای من ساخته که ضد حکومته، دعوا میکنه که چرا تو آلبوم عد به خاتمی جونش توهین کردیم و گفتیم از داخل فاشیست نما وعده های خاتمی، بعد به عنوان پناهنده سیاسی تونسته بدون پاسپورت تو لندن رای بده و عکس بگیره پخش کنه.
اینم واقعا نکته عجیبیه، چون کسی که پناهنده باشه توی یه کشوری نمیتونه بره مثلا توی سفارت اون، مثلا بره تو سفارت ایران بدون پاسپورت رای بده. شما ببینید پناهندگی اینجوریه که شما وقتی میری کشوری پناهنده میشی، پاسپورت خودتو مثلا پاسپورت ایرانی تو میندازی بیرون، میری به سازمان مهاجرت و پناهندگیش اعلام میکنی که آقا من پاسپورت ندارم میخوام پناهنده بشم، بعد از این ور رفته رای داده. اینم نمیدونم، خیلی عجیبه، اینم نکته‌ای که واقعا هیچکس باید بیا توضیح بده. و قبلش هم چیز دیگه ای که گفت، این نکته ای که حالا مثلا واقعا طرفدار اصلاح طلبا بوده و واسه خاتمی و نمیدونم اینا شاکی شده، اینم واقعا نکته ایه که جای تأمل داره. و حتی یادم سر انتخاباتی که روحانی هم نماینده شد، هیچکس گفتش که همه برید رای بدید. میگم این جریان کلا به این ربط داره که تا یه سالی مردم فکر میکنن اصلاحات جواب میده، و ولی خب مثلا که هیچکس خیلی دیگه زیادی طرفدار اصلاح طلبا بوده. و البته یه چیزی بگم، مسیح علی نژاد که عکس کاور آهنگ فدایی هم بود، جز کسایی بوده که اصلاح طلب خیلی پروپاگورسی بود، از این اصلاح طلب 18 چرخا بوده دیگه، حتما عکس‌ها و سابقه‌اش هستش، نیازی نیست من توضیح بدم که چقدر بر دل خاتمی بوده و چقدر اصلاح طلب بوده و نمیدونم حتی صیغه اصلاح طلبا شده بود و اینا رو همه رو خودتون هم میدونی. خب اونی هم که اصلاح طلب بوده حالا امروز داره ضد حکومت می جنگه. آدم ها طرز فکرشون عوض میشه و به نظر من این مشکلی نداره، چون اگر مشکل داشته شه پس اول باید بیایی بابت مسیح علی نژاد توضیح بدی. تو همین چند وقت پیشم علنا بزرگترین دغدغه‌ش این بود که مسلمان خوبی باشه با اینکه سخته، من که وقت آخونده مورد خشونت واقع نشم. چی بگم آقای هیچ کس؟ وسط انقلاب هم دردقش زدن ملتفت و 1500 تصویره تجربه صاحب. خب ببینی واقعا من کلن کسی تعصب ندارم، واقعیت اینه که خب منم مثل خیلی دیگه هیچ کس رو خیلی دوستش دارم، و حتی اگه شما برین کامنت های مردم رو زیر این پست های فدایی مهدیار بخونین، میبینین که 90% مردم اعتراض کردن به فدایی به خاطر کارش و میگن که اصلا الان وقت این کار نبود. به نظرم هیچ کس هم واقعا وسط اون داستان ها یه ذره شاید باید با سیاست بهتری رفتار میکرد. حالا نمیدونم، به نظر من کار هیچ کس اصلا یه ذره مورد داشت، یه ذره بس صبر میکرد، تحمل میکرد، مثلا اون توییتو نمیزد، چون واقعا زمانی بودش که در بحبوحی اون جریانات ایران بود و همون توییت ها و همون صحبت ها باعث شدش که الان کار به اینجا برسه که عملا تبدیلش بکنم یه تصفیه حساب شخصی که به نظر من اصلا درست نیست. چرده این آدم همیشه دنبال اعتباره که تش بتونه سر به زنگاه مهم ضد مردم دستی بکشه. به هر حال در این نقطه که مستقیماً هوادارا رو درگیر کسافتکاری‌های خودش کرد، من بالاخره بعد از ماها تخریب‌های این آدم و خوراک دادناش به مجاهدین و جمهوری اسلامی قضیه رو عمومی کردم. خب بچه ها الان همین توییت هایی هم که فدای مدت زده و این صحبت هایی که کردم به اندازه کافی هم چه میدونم به حکومت ایران خوراک داده، همونطور که دین دفعه پیشم خیلی از رسانه‌های حکومتی اومدن سر جریان گفتن که آره ببین نمیدونم هیچکس فلان فدایی بهش گفت، هم مثلا خیلیایی که تا دیروز داشتن با اینا تو بیف بودن مثلا افرادی که تو زد بازی هستن و اینا، یعنی کلا دعوای جفت اینها به طرف‌های مخالف به اندازه کافی خوراک داده. حالا بریم سراغ چیزایی که در جواب به ارتباطشون با مجاهدین گفتن. آزاد اکبری که خودش اعتراف کرده کمپ اشرف رفت آمد داره. خب آره کمپ رفته و خودش هم گفته بوده که رفته بودم آدم ها رو نجات بدم و سعی کنم کمکشون بکنم و اینا. خب از بچگی چون مادر و پدرش جز مجاهدین بودن، طبیعیه که بچه رو هم برمیداشتن با خودشون میبردن دیگه. ولی خودش اومد اعلام کردش که من اصلا طرفدار اینا نیستم. میگم واقعا دلیل نمیشه که اگه مثلا یکی چه میدونم مادرش خراب باشه پس خودش هم خرابه، پدرش نمیدونم فلان کار از دزده پس خودش هم حتما دزده. نه این اصلا به نظر من دلیل نمیشه، چون الان دیگه این موقعی که هر کسی میاد جهتگیریشو مستقیم اعلام میکنه و آزاد اکبری هم جهتگیریشو اعلام کرده. یعنی میدونی مثلا نمیشه شما عضو مجاهدین باشی، عضو رسمیش باشی، مثلا همکاری داشته باشی، بعد بیای توییت بزنی بگی که نه من همکاری ندارم، من عضوشون نیستم. خب اصلا تو این کارو بکنی خود مجاهدین اصلا تو رو میندازنت بیرون، اصلا دیگه قبولت ندارن به خاطر این رفتار دوگانه ای که داشتی. پس من واقعا باور میکنم که اومدن اعلام کردن که آقا مادر پدرم هست، مادر زن پدر زنم هست، ولی ما نیستیم. من باور میکنم.
کلن جوابش خیلی جالبه، میگه نتونسته پدر مادرشو قانع کنه به خیال مجاهدین شن، یا جای دیگه‌ش هم میگه فارسیش ضعیفه. سوالی که مطرح اینه که ایشون که حتی مادر پدر خودش هم نتونسته قانع کنه مجاهد نباشن، با فارسی ضعیفش میره توی کمپ اشرف بقیه مجاهدای دو آتیشه تو کمپ رو منصرف کنه. ببین من نمیدونم چی بگم. خب حالا با فارسی ضعیفش سعی میکرده متقاعد کنه. به نظر اینا تا اینجا به غیر از حالا اون مثلا چیزایی که گفتش که مجبور کرده تای آهنگ یه روز خوب میاد نمیدونم صدای شریعتی رو بذاره، یا مثلا گفته که چرا خاتمیان هم بهش چیز کردید اعتراض کردین و اینا، این قسمت تا حالا احتمالا فکتای این داستان بوده، ولی تا الان چیزایی که گفتش خیلی به نظر من حرفای معتبر نبود. این که مثلا میگه اگه فارسیت ضعیفه پس چجوری میخواستی، آقا با همین فارسی ضعیفش بالاخره داره حرف میزنه دیگه، نه اصلا شاید به انگلیسی حرف میزده چه میدونیم. از کمپ اشرف باقه وحش ایشون توریستی میرن، میره کمپ اشرف چه کمکی میکنه؟ کامپیوترهای کمپ رو درست میکنه برای مجاهده، آمپول میزنه، چیکار میکنه؟ برای این سوالیه که بعد بیاد جواب بده آزاده اکبری، که خب فکر نمی‌کنم کمپ اشرف همینجوری هر کسی راه بدن. نمی‌دونم مشاورا هر کسی راه میدن، یا شاید مثلا به خاطر مادر و پدرش راه میدادنش داخل، و اینکه مثلا تو صرفا میرفتی داخل اون کمپ که فقط آدما رو منصرف بکنی، یا اینکه نه خودت میخواستی بری به خاطر مادر پدرت میرفتی. اینا هم باید چیزی نکته‌ای که حالا آزاده اکبری بیاد مشخص بکنه. یه جا هم نوشته حسابم رو سعی نکرده ببنده. دوست خودشون توضیح داده که چجوری برای اهداف شخصی از وقت و امکانات حیاتی که برای امنیت بازداشتی یا در نظر گرفته شده سوء استفاده میکنه که چپ و راست درخواست بده حساب منو ببندن. چی؟ منظورش حساب توییتریشه مثلا، یا حساب اینستاگرامیش که یادمه یه حمله حسابی بهش شد که سر ویدیوهایی بودش که گذاشته بود، و فکر میکنم مثلا چیز ارزشی و سایبریا ریپورتش کرده بودن، گفتن که خشونت طلبانه بوده ویدیوهاش، یه یکی دو روزی حسابش سسپند شده بود، حساب اینستاگرامش بسته شده. ولی اینو نمیدونم، میگه که مثلا میگه چیزایی که داره استفاده میکنه برای اینکه بخواد حساب منو ببنده. اینم ما چون نمیدونیم نمیتونیم در موردش نظری بدیم، اینم خود آزاده باید بیاد بگه. سروش لشکری هم که بخش اعظمی از جوابش سری جوک بی ربطه، مثل این که ملتفت که کلا متشکل از 3-4 تا دونه هنرمنده، یه فرقه است که هدفش اینه که کوچکترین عضوشو بپرسته. این هم واقعا حرف جالب نیست، مثلا میدونی گروه موسیقی هم دیگه، فرقه چیه؟ به نظر من حرفش دیگه زیادی، هیچ کس اومد سن خواستش که حمله بکنه به ملتفت. اولا که میدونین کلا قضیه خیلی خنده داره، و شما همتون یه روز یکی بودید، بعد فردا که من شروع می‌کنم همدیگر قهوه‌ای کردن، آدم اول به خودتون شک میکنه که آقا پس انقدر بد بودین چرا تا الان با هم دیگه کار میکردین. حالا بماند این قضیه، ولی واقعا فرقه نیستش دیگه. حالا اصلا این حرف خیلی گفته شده که مهدیار خیلی حالت رئیسی و نمیدونم مستر بودن داره، ولی این که فرقه است دیگه، فرقه خیلی کلمه سنگینیه به نظر من. آره راست میگه، واقعا فرقه نمیشه گفت. از اون برم سروش نرخر توسط مهدیار که خودش بچه 15-16 ساله بوده، وقتی سروش رفته سراغش داشته گول میخورده و گسپلایت میشده و یه سری توضیح دیگه که ویکی‌پدیا کپی کرده. آقای دکتر یه چیز دیگه که بافته اینه که رابطه عاطفی باعث میشه نتونه ارتباطش رو با مجاهدین قطع کنه. ولی خودش به مردم فتوا میده رابطهشون رو باس با آشناهای مرددار قطع کنه. اما مثل که خودش بشینه دم به دقیقه وسط انقلاب با اعضای مجاهدین دل و قلبه بده و اطلاعات رد و بدل کنه اشکال نداره. گفته چی؟ اون رپش خواننده رپ کنه و فلان و باش بایکوت، که همونطور که اگه تو اطرافیانتون کسی رو میبینین که با وجود کلی صحبت کماکان سمت حکومت و اربابای چینی روسی میگیره، باش باش قطع رابطه بکنی. خب آره به نظر من فرد اینجور درست میگه، میگه اگه تو در مورد مردم میگی که با کسایی که مخالف هستن، مخالف این جریانات ایران هستن، باید قطع رابطه کنی، خودت هم باید با خانواده زنت قطع رابطه بکنی. خب آره این دوتا توییتش خیلی با هم تناقض داشت. یه قسمت دیگه جواب جفتشون همین دروغه که فقط فلانی میدونسته و به من گفته. ارتباط اینا با مجاهدین چیزیه که برانداز تا حکومتی سالهاست دارن کف توییتر راجب شرف میزنن. فقط من خر تا همیشه علی برای قضیه خبردار نبودم، توسط اونی هم که اینا میگن خبردار نشدم. خانوادهشون چپ و راست تو صفحه های عمومیشون دارن تبلیغ مجاهدین میکنن کنار عکس سروش.
میگه که من مثلا از طریق یه نفر خبردار نشدم، خودم از فکتایی که دیدم، ولی این که مثلا میگی سال 84 پول گرفته از رفسنجانی، این چیزی نیستش که از کف توییتر اینا متوجه شد. این احتمالا یک سند یا باید به دستت رسیده باشه که اگه رسیده اون سند باید بذاری، اگه نه که حالا همینجوری نمیشه ادعایی کرد. چیزی از بعد میخوام به گوش من نرسه. اکثر یه قسمت دیگه که خیلی جالبه اینه که این آقا به گفته خودش آلبوم حق رو نشنیده، خصوصا آهنگ طواف رو نشنیده که توش لفظ سرخم قدغنه که داده به فامیلای مجاهدش. بعد حالا نوشتم این آهنگ طواف که نشنیده در متن مریم فیروزه. یعنی من وقتی توی مصرع گفتم مریم فیروزم نه باج نمیدم، یعنی وقتی میگم مریم فیروز نیستم که باج بدم به امثال خمینی و آخر دیگه ای، یعنی آهنگ در متن مریم فیروزه. که خیلی من یاد سایبریای نابغه انداخت که میگفتن آهنگ قاسم کجایی در متن قاسم سلیمانی. در متن قاسم سلیمانیه؟ اینو کی گفته؟ وای سایبری های نابغه خیلی خنده دار بودین. خب راست میگه، مثلا آرتون آهنگ میگفتش مریم فیروز. مریم فیروز یکی از زنایی بودش که توی جنبش چپیا بود و آهنگ در متن مریم فیروز نبود، ولی اینکه کلن فدایی به نظر من گرایش های چپ گرایانه داره، این چیزی که من بارها و بارها توی ویدیو از خیلی وقت پیش اگر خاطرتون باشه همیشه بهتون میگفتم که به نظر من فدایی کاملا گرایشش چپ گرایانه هست و خب به نظر من اگر هستش میتونه خیلی بهت رسما اعلام بکنه که چنین گرایشاتی داره دیگه. هر کسی واقعا مجاز هر عقیده‌ای داشته باشه و ما به این حقش برای داشتن هر عقیده ای احترام میذاریم، ولی خب اون آهنگ نه در متن مریم فیروز نبود. یه خوز اول دیگه‌ش هم اینه که من چون اسمم فداییه و چند تا جوان رو از یه تشکل هنری به اسم چریک استوری کردم، پس چریک فدایی خلقم و توده‌ای و کمونیست و الوول. دلیلی که اسم من فداییه اینه که از وقتی که یادم میاد پدر و مادرم از هم جدا بودن و همیشه به نظرم حق با مادرم بوده و خیلی بهش ظلم شده. نام خانوادگی مادر من فداییه و من به خاطر احترامم به ایشون اسم هنریم رو فدایی گذاشتم. اتفاقا من چند بار توی ریاکشنام این موضوع رو گفتم که آیا واقعا فامیلیش فداییه یا به خاطر گرایش شاتش که اسم خودش رو فدایی گذاشته، که میگه که خب ارتباطش با فامیلی مادرش. این نکته برای منم روشن شد، خیلی اتفاقا همیشه ذهنم درگیر این قضیه بود. حالا بریم ببینیم مادر من چریک فدایی خلق یا کمونیست یا چی. ای مامانش، خب ببین این فکر کنم مادر فدایی هستش و مادرش معلومه که مشروطه خواه هست، سلطنت طلبه. آیا ما با استناد به این ویدیوی مادرش میتونیم بگیم که پس فدایی هم مشروطه خواهه، پس فدایی هم سلطنت طلبه؟ نمیتونیم چنین چیزی بگیم دیگه. ممکنه که مادرش سلطنت طلب باشه، فدایی مثلا چپ گرا باشه، یا فدایی اصلا هیچ فرقه خاصی، هیچ جنبش خاصی، هیچ عقیده سیاسی خاصی رو دنبال نکنه. پس به همین ترتیب اگر مادر و پدر آزاده اکبری مجاهد هستن، نمیتونیم بگیم که پس هیچ کس هم مجاهده. و شاید چون مادر و پدر مجاهد هستن، خود آزاده اکبری هم مجاهد باشه، ولی هیچ کس صرفا نمیتونه مجاهد باشه. این نکته جالبی بودش که این تاش خودش اضافه کرد و ما دقیقا میتونیم به همین اکتفا بکنیم اینو بگیم. بریم یه چند تا از نظر رپرا رو در مورد این جریان ببینیم که اتفاقا اونم خیلی جالب بود که چجوری یه عده الان شروع کردن دوباره به نظر دادن و حرف زدن و کلن یه عده همیشه منتظر از این آب گلالود ماهی بگیرن. احتمالاً هیچ کس بیاد دوباره یه توضیحاتی بده، نمیدونم شاید هم نده، شاید مثلا آزاد اکبری بده، ولی شک دارم ترکی بده، یعنی دیسپکی بده. خب طبق معمول بچه های زدبازی همیشه در اول صف هستن. اولیش که این جی جی فشاری چیز کرده، صحبتی کرده که ازش رد میشیم چون فاقد اهمیت هست، من به آدم نمیپرزم. بعدی سامان ویلسون هستش که یک نظری داده. اون لقه هیچ کس اون NFT 400 هزار دلاری کلا برداری و یادتونه کسافت کاری که دارن خودشون میکنن، ولی تو دیگه چه حرومزاده‌ای هستی؟ سگ که دست صاحبشو گاز نمیگیره دیگه. واقعا همچین چیزی رویت نشده بود تا حالا که دیده شد. بیا ببین چی صدای این در اومده. خیلی جالبه. ملتفت اگه به هدفی که داره براش تلاش میکنه برسه، برنامه کاریش تموم میشه، چون اینا به جز عصبانیت و خشونت چیز دیگه بلد نیستن بخونن. اگر اون روزی که میخوان از نظر خودشون، حالا هر چیزی که هست که گیج و منگ و اسکلن، ولی اون چیزی که میخوان اگه میگه گیج و منگ برنامه‌شون تموم میشه، چیزی ندارم بخونن. نه چند ساله
یعنی چی؟ اگه به آرامش ذهنی خودشون برسن کار تعطیل دیگه، چیزی ندارم بخونم. فکر کنم 35 سالگی رو به صرف خلاص کنم. یه حرف هم از مادر عروس، کسی که خودش سلطان گیجبازی و اینا از اومده داره میگه که مثلا چیزه اینا گیج و مشنگ هم دیگه، فقط هم کم مونده بود سامان ویلسون نظر بده. ولی ببین چقدر آشوری که صدای سامان ویلسون هم درمده و اتفاقا دارم خیلی اصلا میگفتن که آقا فدری اصلا تو رو توی کنسرت هیچ کس برداشت آورد معرفیت که واقعا درست نبودش این کار باش بکنی. سیجل هم که گفتی دهاتی کدی، آقا من نمیفهمم یعنی چی میتونید بخواین یه دهاتی، کلمه دهاتی رو مثلا برای مسخره کردن یا برای توهین و اینا استفاده بکنید، واقعا خیلی شرم‌آوره. یه دهاتی کدی میتونه پشت جنبش‌های ایران پرستانه و بشر دوستانه خودش رو یه مدت قایم کنه، ولی ذات حیوانش دیر یا زود رو میشه. واقعا آقای سیجل شرم بر شما که از کلمه دهاتی برای تحقیر کردن انسان ها استفاده میکنید، چون دهاتی اتفاقا خیلی هم انسان های شریف و کاری هستن. گفتیم این سگ رو جمع کن تا دیر نشده گوش نداد، پاچه خودش آخر گرفت. به امید ایران آزاد آری از این سگا. منظور از دهاتی کاراکتر حیوانیه، وگرنه وجب وجب ایران توی قلب منه. خب دیگه همش نزن، چون واقعا چیزیه که گفتی و نمیتونی جمعش کنی، سوء تفاهم نشه. ساعت 12:18 اون پست اول رو گذاشته، معلوم حسابی مردمش پریدن، چون ساعت 12:30 این پوزی بوده در مورد دهاتی. میگم فقط هم زده به نظر من. زیرسونی وانکیت گفته به فدایی مثلا چی میرسه، این همه تلاش واسه عوام فریبی و خراب کردن کسی که وقتی هیچی نبودی دستاتو گرفته، قطعا از یه جا خط گرفته میشه. احتمالا منظورش از این یه جا مسیح علی نجات باشه. اگر نه که مارکت رپ فارسی واقعا فقیر ذهنیه که جذابیتش پته همه رو آب ریختنه. متاسفانه خیلی این قضیه پیش اومده و عکس هم دیگر و ویس هم دیگر رو لو میدن و متاسفانه هم دیگه و متاسفانه هم دیگر رو خراب کردن قسمتی از فرهنگمون شده. جوانترها هم همین رو سر به قرنمون واقعا ایناست که بده. کاوان هم که گفته ما نفهمیدیم در مورد چی بود. آقا این جریان خیلی جالبه، این بحث توزیع هیپوپولوژیست و پوری داشتن دیس و دیسبک ها رو میدادن خوشحال و خندان جمعه شنبه که یهو فدایی و هیچکس اومدن قشنگ گن زدن به این برنامه اینا و موزیکاشون به فنا رفت. خیلی زدال خوردم اون دوتا. کوروش هم که گفته یه تار سیبیل هیچکس خیلی بزرگتر از ملتفت. و نکته خیلی جالب میدونی چیه مثلا اینه که فدایی و ملتفت هم توی توییتر هم توی اینستاگرام مهدی‌ها رو آنفالو کردن. What the fuck؟ یعنی چی؟ شما تا دیشب داشتین میپریدین به هیچکس و اینا یوهی هم دیگه رو آنفالو کردین. اصلا نمیفهمم. حتی صفحه گروه ملتفت فدای شاپور رو توی فالوینگش داره، ولی اینا هم دیگه اصلا نمیفهمم. اینو واقعا دیگه نمیدونم کجای دلم بزنم. دیگه ویدیو جواب نمیده. سبزی خوردن بخرید. ببینیم جریان چی. خب من بعد از این میخوام برم این ترک یادگاری رو ریاکشن بکنم، چون خیلی اشتیاق دارم ببینم جریان چیه. مرسی که همراه هم بودی. من نمیدونم زمانی که این ویدیو رو پخش بکنم چه اتفاقی بیفته. مثلا یهو میبینیم فدایی هیچکس با هم رفیق شدن دارن مهدی‌ها رو دیس میکنن. هر چیزی امکان داره. من سعی کردم خیلی بی‌طرفانه قضیه رو فقط بر اساس فکت‌ها و چیز واقعیتی که بودش بررسی بکنم. شما نظرتون رو نمی‌رسیم ببینم نظر شما چی. از اینا بهتون خدافظ.